أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيت الله في العرصين ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعضائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین بحث امروزی بحث مهمیه ظاهرانم ساده یعنی نیست اما اگر معلوم بشه که چی من عرض کردم خدمتتون فکر میکنم که به خیلی مسئله حل کنه مقاماتی که ائمه علیهم السلام دارن حالا مثالمون امیر المؤمنینه و مثلا امام حسینه و هر امام دیگری این ها مقامات متعددی است که من باید به صورت فهرست بگذرم که به اون قسمت اصلی برسم همه اون بزرگواران ولی جلا هند همشون ولی خدا هستند دو همتراس ولی الله خلیفت الله هند خیلی خلاصه میگیم خلیفت الله کسی که کار خدایی میکند کار خدایی میتواند بکند پیامبر خودم رو میدونید اشاره کرده ماه دو نیمه شده این کار کار بشر نیست هرچند آدم خوبی باشه اشاره کنه ماه دو نیمه نمیشه اما اگر خلیفت الله باشد یعنی بتواند کار خدایی بکند این از نوع کار خدایی است حضرت عیسی علیه السلام تشمی آورد بالای سر قبر با نوک مثلا کفشش می میکوبید به قبر اون مرده زنده میشد از خاک این خاک شکافته میشد اون کسی که مرده پوسیده نمچی شده زنده میشد بر میخواست صحبت میکرد و کاری آدم زنده مرده زنده کردن این کار خلیفه خداست حضرت عیسی خلیفت الله هست اون آقایی که ماه رو دونی می کنه خلیفت الله هست کار خدایی می کند. همین خلاصه رد شده ولی یعنی کی؟ ولی یعنی اون بنده ای که مقرر باز خلاصه ها ولی یعنی اون بنده که مقربه به درگاه الهی است بنده مقرب خب همه انبیا و اولیا اینا بندگان مقرب الهی هستند درجاتشون هم به درجات قربه قربه به خداست درجات انبیا قرآن داره دیگه فضل نا بعض نبی نه بعض ما فضیلت دادیم برتری بخشیدیم به بعضی از انبیا بس بر بعض دیگر از انبیا بعد میشمورم مثلا ما با موسی سخن گفتیم خب با موسی سخن گفتیم با عیسی سخن نگفتیم موسی کلیم الله هست اما عیسی کلیم الله نیست این یک فضیلتشون داره اوشون یه فضیلتی داره اون یه فضیلتی داره و افضل از همه انبیا بفرمایید از همه خلق خدا خب اون حضرت پیامبر ماست که همه فضائلی که همه فضائلی که اون بزرگواران همه همه دارند این تنها دارند میشه چی ارز اون نزدیکی ها یه فضائلی به بار می آورد اون نزدیکی ها برای پیامبران اولیاء مختلف خدا فرق میکنه ولی رو داریم میگیم ما این بزرگواران حالا ما مثال اون امیر بود همین حرف هایی که میزنیم اولا اولا مال پیامبر است بعد مال جانشینانش هست حالا صحبت امیرالمؤمنین الم... امیر میگیم که دقت کنید اقرب مقربان به درگاه الهیست است دقت کنید اقرب مقربان به درگاه الهی است حالا صد هم سند داره نمیخوام بحثش رو چون نخواستیم تفصیل عرض کنیم اقرب مقربان است پیامبر اقرب مقربان است بعد از ایشان امیر المومنین اقرب مقربان است مثلا بعد از ایشون حضرت صدیقی طاهره اقرب مقربان است اقرب مقربان فقط یه نفر است اینو خودش بحث میخواد باش این بزرگوان ما میگیم چارده تن اقرب مقربان در راه الهی هستن اولیاء درجه اولن چون ولی یعنی کسی که مقربه به درگاه الهی است حالا البته ما میگیم اشهد و ان ولی الله اونو به این معنی نمیگیم نمیخوام در این شهادت بگیم که امیر المؤمنین اقرب مقربان است اینو نمیخوایم بگیم چیزای بعدی رو میخوایم بگیم که حالا عرض میکنم پیامبر روز قدیر خون فرمود که هر کس که من ولی او هستم هر کس که من ولی او هستم علی هم ولی اوست اونو ما میخوایم بگیم در اشهد و ان علی ولی الله در میان دیگران کسانی هستند که همون مقامات عالی معنوی را برای امیرالمومنین قائلن اما این اشهد و ان علی ولی الله که ما میگیم که اون نشانه تشیع اینو نمیگه باز هم مثلا حالا مثلا خلیفه چهارم میدونه در این حال هم از نظر معنویت بعد از پیغمبر میدونه عین پیغمبر میدونه این پس چیز نیست اونش که علامت تشیع اشهد و ان علی الله است که ما میگیم به معنای همون چی که در قدیر خم فرموده هر کس من ولی او هستم مثلا شما رو نگاه میکنه میگه شما لیاقت فرماندهی لشکر داره شما رو فرماندهی لشکر بشو خب من زنم مثلا مثلا زنم مریضه من باید یعنی یه نفر برای خودت به جای خودت پیدا کن که او رو پرستاری کنه خودت باید بری میدان جنگ شما اختیار نداری برای خودت این انتخاب پیامبر رو بذاری کنار او صاحب اختیاره البته حالا یه نکته داخل پرانتز که خیلی مهمه هیچ وقت اعمال ولایت از طرف ولی نمی شود مگر به مسلحت اون شخص مساوی هم نه باید مسلحتش باشه یعنی خیر این مثل که شما برای پسرت فکر می ده تا مدرسه در نظر می اون اون که بهتر می دونی اونجا می بریش. اون هم نمیتونه بگه نه هم دقت کن ولایت همیشه بر اساس مصلحت اعمال می شود یک ذره بدون مصلحت، اصلا اون ولایت مقبول نیست اون شخص ولی نیست که به مصلحت عمل میکنه. یعنی اون که خیر شماست اون چیه برای شما بهتر است مثال مدرسه رو عرض کردم عرض کردیم که امیر مثال به عنوان مثال امیر حضرت حسین علیه السلام به عنوان مثال و همه این دوازده بزرگوار اینها خلیفت الله هست و ولی الله هست به این معانی خیلی خلاصه ای که عرض شد از این گذشته این بزرگواران حالا دیگه یه اون حرفا که ارز کردیم در مورد پیامبر در اول اتفاق میفته اول او ولی الله هست اول او خلیفت الله هست این یکیش دیگه به ایشون نمیتونه باشه برای ایشون نمیتونه باشه امیر اون خلیفه پیامبر است خب پیامبر دیگه خلیفه کسی نیست که خودش اصله امیر اون خلیفه پیامبر است در این خلافتی که نسبت به پیامبر دارد چه وظائفی دارد و چه اصلا خود این مقام و منصب به چه معناست آیات روشن کرده اگر من که پیامبر مبلغه از طرف خداست خود لغت پیامبر پیامبر یه پیامی خدای متعال به او داده او این پیام رو باید به مردم برسانه پیامبر یعنی پیام خدا رو به مردم برسانه چیز دیگه هم هست نه حالا آیات رو نگاه میگن ما شما رو فرستیدیم مثلا کجا این مردم نمیرن زیر بار حرف شما خب نرن ف تبلو ف اگه اینا پشت کردن تو را نپذیرفتن باکی نیست تو وظیفت این بود که به مردم حرف ما را برسانی رسوندی تو این کوتاهی نکنی به هیچ وجه اگر صد بار پیانبر رو سنگسار میکردن تیکه تیکش میکردن ایشون اگه دو مرتبه زنده میشد باید بره به مردم حرفهای خدا را برسانه و انما علیک البلاغ آنچه که بر توست تبلیغ پیام الهی است آیه بعد این سر آل امران بود سر ماهده فین تولیتون فین اگه رو گردان دید فعلمو بدانید انما علا رسولنا نه المبین مبین وظیفه پیغمبر ما این است که مردم حرف خدا را برسونه اگر تا اینجا پیغمبر عمل بکنه همه کارشو کرده تمام وظایفش انجام داده وظاف پیغمبری دقت کنید و ما علی الرسول الا البلاغ یکم این جملات هم ناقص شد باز توضیح میدم که روشن بشه ما علی الرسول الا البلاغ بر, بر پیانبر بر ما هیچ وظیفه ای نیست جز تبلیغ رساندن پیام الهی اینجا با کمزی صفحه است میگن که تو از ما به اونا گفتی که این کار رو بکنید این کارو نکنید این کارو بکنید اگر برخلاف فرمان خدا بکنید ممکنه بلا به سرتون بیاد در پیانبران گذشته دیدیم در داستان حضرت نوح دیدیم توفان شده عالم همه امت او به باد رفته جز هشتاد نفر مثلا اما نوریان نکه به از نعده هم ممکنه این که ما به اینها وعده کردیم نشونشون بدیم سنگ از آسمان ببارد بر سرشون ممکنه ممکنه تو را از این عالم ببریم او نتوفیان نکه خب فنه ما کل بلاغ وزیفه این بود که حرف مردم برسونی رسوندی باری کلا دیگه تقصیری نیست مشکل دیگه نیست حالا عبارت ها فهل علال رسول علال بلاغ المبین آیا بر پیانبران چیزی جز تبلیغ آشکار هست؟ فهن تبلو دارم تونتون میخونم فهن ما البلاغ المبین ما ما الرسول رسول البلاغ بلاغ المبین و ما علی الرسول علال بل... هر کدوم یه آیه در یک سوره و ما علینا الا البلاغ المبین پیانبران میگن بر ما چیزی نیست وظیفه نیست جز بلاغ مبین فن اعرزو اگر از تو رو گرداندن فما ارسلنا که علیه من تو رو نفرستم یک خچونو بگیری وقت گفتیم بگو این بفهمه نخواست عمل کنه خودش میدونه فن اعرزو فما فما ارسلنا علیهم حفیظا ان این الا البلاغ باز فا این تبلیتم فا این رسولنا البلا المبین بازم یه جا پیانبر رو تهدید میکنن حتی میفرماین اگر یک ذره کوتاهی کنی در کار تبلیغ مثلا ما روز نهم ماه زلحجه به تو گفتیم که بلای تعمیر المؤمنین رو به مردم بگو اگر حالا اون چیز خاص بود کار نداریم ما اگر یه ذره در کار تبلیغ کوتاهی کنی هیچ کس به تو پناه نخواهد داد قطعا جا جهنمه مثل یه همچی چیز اینقدر سخت پیامبر چون پیامبر است دقت کنید پیامبر چون پیامبر است وظیفش رسوندن پیام الهی به مردم است خب این یه مرحله هست. اگر هیچ کسی نیامد نیامد که نیامد خودشون میرن جهنم من وظیفه‌مو انجام دادم تا اونجایی که میتونستم در داستان حضرت نوح داره اینا لباسشون رو مینداختن رو سرشون دستشون میکردن تو گوششون حرفهای نوح رو نشنوند گوف تو دات تو بزن حوصلهشون سر هزار ساله داره به ما حرف میزنی من وظیفه‌ام. اما یه نفر شما رو به زور میتونم بیارم نه اصلا همچه وظیفه ای ندارم اگر خودت آمدی خب این مرحله اول از وظایف انبیاست که میرسه به خلیفهشون امیرون خلیفه پیامبر دیگه ما میگیم خلیفه به این معناست. نه خلیفه یعنی بر جای مسند قدرت و حکومت پیغمبر نشسته اونم توضیح هرز میکنم ما اون نه یعنی کسی کار اصلی پیانبر رو داره ادامه میده که امامت ادامه نبوته نبوت چی آقا؟ بلاغ امامت چی؟ اونم بلاغ امام حسین اومده تیکه تیکه بشه که چی بشه؟ آیا آه اهل عالم بدانید یزید نالایق است بلاغ اینجا بلاغش به سخن تنها نمیشد سخن فرموده خطبه خوانده جمله فرموده نامه نوشته فرستاده فرستاده هر کار ممکن و کرده و کار اصلیش این بوده که وایسا یه روزی اونا تیر بارونش کنن آی مردم عالم حالا میخونیم می... ایشون می آقا گناهی از من سراخ دارید حتی عبارت داره یه جراحتی من یه جراحتی به یک از شماها وارد آوردم که ما میخوایم قصاص جراحت تو رو ازت بگیریم حالا تو یه شمشیر زدی به ما من میخوام تو رو تیکه تیکه کنیم به عنوان قصاص اون حالا دقت کنید ببینید داستان حضرت مسلم چقدر اگر حضرت مسلم عبید الله میکشت قرار شد دیگه رؤسای شهر کوفه که رفیق بودن ظاهرن با عبید الله قیافه مریضی به خودشون گرفتن اون اومده برای عیادت داستشون شنیدین تو این مثلا چیزا ممکنه دیده باشین هی گفت آب بیارین برای من قرارم با حضرت مسلم بود که من وقتی گفتم آب بیارین شرایط آماده است تو بیا بکش میکش تموم بود دیگه کربلا اتفاق نمی افتاد نه حالا ایشون به قانون اسلامی دقت کنید به قانون اسلامی استناد کرد اون اینکه در اسلام ما ترور نداریم اصلا شرعا جایز نیست وقتی جامعه اسلامی هست باید همه طبق قانون عمل بشه همه چیز یه نفر آدم کشته خود خب باید بره پیش قاضی حالا نتونستیم هم حالا نتونستیم اما در حساب این باید طبق دستور قاضی کشته بشه نه ترور بشه جایز نیست غیر از جامعه اسلامی باشه میشه در جامعه اسلامی نمیشه همه چیز با طبق زوابط عمل بشه از این بگذاریم در حساب شما از من خونی طلبکاری؟ نه طلبکار نیستیم حتی یه جراحت من بر شما بردم نه مالی ازتون بردم نه پس چی من چه گناهی دارم سکوت کردند برایشان گناهی نمیشناسند اگه کسی دیشب بوده یه مقداری به حرف دیشب تو فقط یه گناه داری یزید رو قبول نداری و برای اینکه یزید رو قبول نداری ما تو را و همه یاران تو را تیکه تیکه می زن و بچه تو رو به اسارت می بریم. به گناه قبول نداشتن یزید به نکردن با یزید دقت کنید دقت کنید بیعت نکردن با یزید چقدر معنا داشت همه اونا میفهمیدن معناش چیه امام که حالا به جای خودش وایسادم من سر بیاد نکردن تا برباد رفتن دقت کنید برباد رفتن همه چیزم من وایسادم چرا این کارو میکنم میخوام به مردم عالم بفهمونم به عنوان خلیفه پیامبر خلیفه پیامبر دو تا کار داره همونطور که ایشون تعلیم میفرمود دین را اینم اگه کسی از تعلیم دین دور افتاده است می آید خدمت امام و از ایشان تعلیم می گیرد دینش را آقا نماز اما چجوری؟ حالا این بعدها زمان حضرت صادق علیه السلام زراره رو که قایتا مثلا اسمش شنید این جز برجسترین اصحاب امامه یا آقا این وضوعی که شما می گیرین؟ این وضوعی که می کجا میگی؟ شما از کجا میگی گی وضوع رو باید اینجوری بگیرین؟ ما نباید سرمون رو بشوریم فقط باید مسخ کنیم این از کجا میگید شما بر من دلیل بگو ایشون فرمود این رو من از پدرم آموختم پدرم از پدرش آموخته است او از پدرش آموخته است از امیرالمؤمنین آموخته است امیرالمؤمن از پیامبر آموخته است پیامبر از جبرئیل آموخته است او از خدا هنوز دلش قرص نیست آقا شما دلیل قرآنی برای من بگید امام دلیل قرآنی براش فرمودن دارن تصحیح میکنن وضوع گرفتن های دقت کنید این مذهبی که وجود دارد این مذهب مال بنی امیه است وضوع گرفتن اموی را دارن تصحیح میکنن بشه حضور گرفتن نبوی تو نماز تو روزه است تو حج توی توحید در توحید اونا عجایب هست آدم اصلا نمیدونم چجوری بگه میگه خدای متعال در معتبرترین کتاب های حدیثی اهل سنت خدای متعال روز قیامت سوار بر مرکب می شود سوار یه مرکبی می شود یعنی بر سوار اولاغ می شود میاید به میان جمع مسلمانان و مؤمنان یه یعنی من خدای شما هستم این عبارت دارم تقریبا ترجمه می کنم میگم ما تو رو اینجوری ندیده بودیم تا به حال به غیر قیافه که تا به حال اینا دیدن یعنی حتی تورات هم شاید به این افتضاحی نیست این توحید عموی است این توحید رو خوبات خب ایشون حضرت صادق میشینه ذره ذره با مثلا زراره بعد با محمد ابن مسلم با ابو بصیر همین دونه دونه با اینا بحث کنه روشن کنه یه ابو قره هستش که از محدثان بزرگ اهل سنته زمان حضرت رضا علیه السلام آمده خدمت ایشان الان ایشون چیه؟ ولی عهد کشوری یعنی صاحب منصب و مقام ظاهریه ناگذی اونا باید احترام کنن این احترام های ظاهری رو انجام میده میگه آقا گفتن خدای متعال تقسیم فرمود سخن گفتن خودش را به موسا داد دیدار خودش را یعنی دیدار با چشم دیدار خودش را به پیامبر ما داده این دروغ آقا آقا چی آقا کنم اون گفت روایت ابو هریره است ابو کیه بزرگترین واسطه بین پیغمبر و امت پنج هزار حدیث ازشون ایشون نقل شده اون حدیثی که عرض کردم سوار بر چیم اون نقل کرده بعد عبارت رو ادامه بدم بعد به این میرسیم خدای متعال میره بینید مثل یک تئاتر میره پشت پرده قیافه رو بر میگردونه به شکلی که قد قبلا اینها دیده بارها ها بله تو خدای مایی او در پیش رو سوار بر مرک همه امت عبارت اینه همه امت اسلام به دنبال او حتی منافقینم به دنبال او میرن همه به بهشت منافقینم میرن درجه اعلای بهشت قرآن میگه به درک الاسفل من نار این دینیست که بنی امایه ساخته مردم حالا امام باید اینا رو تصحیح کنن ذره 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 با نفر به نفر هی نشستن داشتم حضرت رضا علیه السلام عرض کردم حضرت اونا اگر حرف ابو نمیتونم بگم ابو هری دروغ و دوست و ها اگر حرف حدیثی نقل بشه خلاف قرآن باشه ما میذاریم کنار قرآن اینو میگه لا تو درک و چشما خدا رو نمیتواند ببیند اینا همه مقام خلافت امیر المومنینه ذره ذره دارن این دینی که بنی امیه ساخته اند تصیح میکنن نفر به نفر میاد مسلمان میشه حالا میشه مسلمان امام حسینم به کربلا آمده برای اینه که مردم و مسلمان بشن دو مرتبه اسم اسلام رو دارن اما خدایشان خدای جسمانی است نمازشان نماز بی بسم الله هست روز وضوشون وضوی چیه حجشون حجشون چیه خب پس امام حسین یا امیر المومین خلیفت و رسول الله هن خلیفه رسول خدا چیست؟ آن کسی است که دین صحیح را به مردم می آموزد دوباره دوباره آموزی دوباره آموزی پیغمبر فرمود فرمود که یه نفر هست که دین مرا بعد از من احیا می کند این لفظ احیا احیا می کند دین مرا فرمودان خاصف و نعل. امیر المومن نشسته بود داشتش کفش پیانبر را که اون وقتی ته داره روش هم دو تا بند داره ما هم مثلا نظیرش حالا تو پلاستیکیش مثلا داره. اینو داشت درست میکرد میدوخت کنده شده بود مثلا بند تماما خاصف و نرد اوست او دین مرا احیا میکنن دقت کنید وظیفه ائمه احیاء دین است یعنی این آدم مسلمانه معتقدم هست واقعا به خدا و پیغمبر اما اون چیزایی که از خدا و پیغمبر میدونه همه ضد خدا و پیغمبره اینو ما درستش کرد کار ائمه اینه خب اگر کسی آمد اگر کسی آمد پجی رفت امامشو داستان هشام هست هشام ابن حکم او که باز میشناسید این عموی داشت خدمت حضرت صادق علیه السلام میرسید نه شاگرد امام بود عرض کردم آقا یه برادر زاده من دارم این خیلی تیزهوشه خیلی تیزهوشه کسی پسش بر نمیاد در مباحثه اجازه میفرمید من بیارم خدمتون فرموندن بیار گفتش آقا من میترسم همین مقدار گفت گفت من میترسم حضرت فرمودن که تو میترسی این بیاد یه حرفی بزنه من نتونم جواب بدم دیده خب حرف بدی زده امامی که بمونه در جواب یک سوال که دیگه امام نیستش که آقا معذرت میخوام ببخشید من اشتباه کردم باشه بگو فردا بیاد فردا اومد خب تو سوال میکنی یا من سوال کنم تو سوال کن هر سال کرد مثلا دو تا کلمه است دیگه دو تا کلمه اونم فهمید که این حرف درسته حالا من از تو سوال میکنم سال اول موند سال دوم موند سال سوم موند تا به حال با هیچ دانشمندی در عالم اسلام من بحث نکردم من بمونم این تکون خورد و اولش مثلا آقا خواهش میکنم به این استاد ما ببین حالا ایشون با خواهش اومده مثلا خدمت حضرت صادق حالا اجازه میفرمایید من باز هم خدمتتون برسم باشه فردا بیا من میخوام برم مثلا بیرون شهر مدینه وقتی برگشتم کجا هک همدیگر رو میبینیم خب این اومد اونجا وایسا نیم ساعت سر و یه ساعت قبل از اون مرتبه اول به زور مثلا آوردنش حالا اومد دو ساعت قبل مثلا یه ساعت قبل نمیدونم حالا امام رسیدن رسیدن بایستادن در کنارین انقدر حیبت از امام احساس کرد زبانش باز نشد حرف بزنه حسن مدتی ایستادن هیچی نمیگه خود تو بنا بود با من کار داشته باشی از من مثلا سوال بکنی هیچی نمیگی مثلا بعد از نمیدونم چقدر مثلا نیم ساعت طول کشیده امام ایستادن تشیب بردن این تموم شد این شد شاگرد امام بعدم در همین راه مرد در راه مسائل امامت میگن که بحث میکرد در زمان هارون یحیای برمکی که صدر اعظم هارونه این ارده بود کرده بود رئیس تمام مناظره مذهبی داور بود علمای بزرگ عالم اسلام میان با هم دیگه بحث میکنن نظر نهایی را هشام میده چند سالشه مثلا 26 سالشه 25 سالشه اونا آدم های بزرگ پنجاه سال 60 سال سالها بحث کردن ایشون شده داور اصلی خارون گفت من میخوام ببینم این بحث میکنه بعد پشت پرده نشست و ایشون هم داره مجلس اداره میکنه از حرکت پرده احساس کرد یه خبریه پشت پرده حرف و یه جوری کرد که خطر نداشته باشه وقتی مجلس تموم شد و رفت هارون گفت این زبانی از صد هزار شمشیر زن علیه ما بدتر است از اونجا فرار کرد و و از دنیا رفت در فرار کار نداره تک تک این نفر رو روش کار کردن کار کردن کار کردن کار کردن شد یه نفر بعد رو زراره کار کردن کار کردن دارن چیکار میکنن همون کاری که خود پیغمبر کرده بود پیغمبر چیکار میکرد یه نفر بهش ایمان آورده دارن بهش نماز یاد میدن دارن وضو یاد میدن دارن توحید و یاد میدن دو نفر سه نفر تا زمان مرحله بالا که وقتی به مدینه آمد در مدینه حکومت تشکیل داد پیامبر اینو ائمه ما فقط امیرالمؤمنین فرصت یافت برای تشکیل یک حکومت اما اشکالش این بود که ایشون اونایی که با ایشون بیعت کردن و ایشون رو به حکومت رسوندن ایشون رو چهارمین خلیفه میدانند دهد کنی؟ چهارمین خلیفه میدانند چند نفر واقعا میدونن ایشون کیه؟ پنگ این ابوذر در زمان عثمان از دنیا رفته بود سلمان در زمان از دنیا رفته بود مقداد در زمان عثمان از دنیا رفته بود این شاگردان درجه اول همه رفتن حالا شاگرد تازه تربیت کند امیرالمؤمنین اینم مونده که میسم پیدا شده بعد هم مثلا یه مالک اشترم پیدا شده اینا هم درجه دارن فرق میکنه میسم صد در صده. پس کار دوم پیامبران این بود که آدم تربیت کنن ایم این کارم کردن بینید رسوندن پیام الهی به مردم صحیح و دقیق و درست مقابله یه کار اضافه ائمه دارن اینکه مقابله کنن با انحرافات در دور پیغمبر دیگه انحراف وجود نداره یه مرحله بالاتر رو ائمه ما دیگه تجربه نکردن جز امیر المؤمنین اونم نیمه کاره به حکومت رسید حکومتی که ایشان را چهارم میدانند نه خلیفه برحق خلیفه بلا فصل وسیع پیغمبر نه اینا نیست چهارمین لذا ایشون حتی یه ذره کوچیک از خرابکاری های دوره گذشته رو نتونسته درست کنه اما یک کارایی امیرالمومنین کرده است که اگر نکرده بود من و شما امروز مسلمان نبودیم این اسلامی که ما داریم اسلام پیغمبره همونیست که پیغمبر آورده همونیست که قرآن داره میگه ذره ذرهش عین اون چیزی که پیغمبر فرموده این نبود بعدها اینا به یک جاهایی رفتن که پیغمبر فرم... چی؟ امام حسین فرمودن که اگر این یزید بر مسند قدرت بنشیند از اسلام هیچ چیز نمی ماند اون یه ازانی میگفت هگه علا خیران عمل توش نداشت هم بقیهاش ازان بود ولی هم باز خراب کرده بودند این هم دیگه نمیمونه هیچ چیز نمیمونه علال اسلام از سلام امام حسین پیانبر به عنوان خلیفه پیامبر به کربلا آمده است به عنوان خلیفه پیامبر برای تخریب آنچه که اینا ساختن میخواست بگه این درست نیست این جریان درست نیست جریان خلافت جریان خلافت یه جریان انحرافی بزرگ است که در عصر یزید رسیده به آخر راه افتاده از روز اول امروز اصر یزید رسیده به آخر بعد از یزید اگر یزید امام حسین کشته نمیشد و یزید میمان شراب میشد جز سوابهایی که مردم باید بعد از نماز هر یه گیلاس اینجوری خب خلیفه بابا خلیفه یه پیغمبره شب و روزش غرق شرابه این یه لفظ من ناقص میگم با مهارم خودش هم چی میشد نتیجهش؟ این بینید به عنوان خلیفه پیغمبر امیر المؤمنین که هرچه میگو میگوید بینید به فرمان او آمدن پسر پیغمبر و خاندان پیغمبر رو قتل عام کرده اند قلول امر ولی امر خلیفه پیغمبر امیر المؤمنین چنین دستوری داده است این مخالف امیر المؤمنین قیام کرده است این امیر المؤمنین خلیفت و رسول الله یزید ابن معاویه را نپذیرفته است خونش مباه است یکی اومد جلوی لشکرگاه حضرت حسین ارزم شد جور لشکرگاه حضرت حسین ارز کرد کجاست حسین؟ جواب نفر بود دو مرد کجاست حسین؟ جواب نفر بود بار سوم گفت حضرت فرمودن شماها جوابشو بدید اونا گفتن که حضرت حسین همین جاست. چی میگی؟ گفت اومدم بهش بشارت بدهم جهنم را چرا؟ یزید رو قبول نداری جهنم قطعی برای تو و یارانت هست حضرت اسم این چیه؟ اسمشو گفتن حضرت نفرینش کرد یه کسی در جنگ در لشکر عمر سعد بود برگشت چرا برگشتی؟ گفت من دیدم این آقا دعا کرد نفرین کرد همونجا مستجاب شد این اسبش اینو برداشت از این ور دوید از اون ور دوید از این دفعه اینو از بالای اسب انداخت پایین بعد انداختش تو آتش همین گفته بود که من تو را بشارت میدم به آتش جهنم همونجا سوخت مرد به نفرین امام کار ندارم یعنی اینجوری معتقدن تو که مخالفت با یزید را مرام خودت قرار داده ای تو جایگاهت جهنم است اسلام یزید است یزید اسلام است پس بنابراین اگر یزید شراب میخورد اسلام شراب میخورد و و و امام آده اینو بشکنه این اعتباری که مقام خلافت یافت از این خواسته بشکنه به این مقدار که من عرض کردم حرف تمام نشد اما یه گوشه کوچکی از این عرض شد السلام علیکم یا ابا عبدالله